زندگی در آلمان یعنی هفته یکی دو تا نامه حداقل اونم به زبان آلمانی اگه میخوای بدونی یه نامه آلمانی رو چجوری میتونی فقط در سه سوت به فارسی ترجمه کنی ادامه این ویدیو رو با من همراه باش سلام من حسین آبدی هستم و اینجا شهر هانوفر آلمان هستش امروز میخوایم در این ویدیو سه تا بخش رو راجبش صحبت کنیم در قسمت اول همونطور که گفتم این نامه که چند روز پیش من گرفتم و میخوایم با هم دیگه ترجمه کنیم در قسمت دوم بهتون بگم که سی چهل سال پیش آدما چه جوری نامه ترجمه میکردن و کلا اون موقع زبان آموزی به چه شکل بوده و در قسمت سوم راجع به همین امروز صحبت کنم بگم که اگه امروز میخواین زبان آلمانیتون رو تقویت کنین چی کار باید انجام بدین خب قبل از اینکه شروع کنیم مطمئن بشید که تو کانال عضو شدید اگر نشدید روی این دکمه سابسکرایب کلیک کنید و روی زنگوله کنارش کلیک کنید که ویدیو جدید که درست میکنم برای شما پیام بیاد و متوجه بشید و بیاد ویدیو جدید رو ببینید اگر هم که اولین بار هست اومدید تو کانال و من نمیشناسید یه ویدیو درست کردیم که لینکش رو براتون این بالا میذارم و در توضیحات ویدیو هم لینکش هست که اونجا خودمون رو معرفی کردیم کلا من همسرم و اینکه کلا چیکار میکنیم همه چی اونجا گفتیم میتونید اون ویدیو رو ببینید و با ما بیشتر آشنا بشید اما برای موضوع اول بهتون بگم که این نامه‌ای که من دریافت کردم مال شرکت گاز هست چند روز پیش گرفتم داخلش گفتن که قیمت ها رو میخوان از اول ژانویه 2021 که اینجا براتون دقیق نشون میدم قیمت ها زیاد کنن و خب اینجا ممکنه سوال پیش بیادش که آقا مگه تو آلمان هم قیمت ها زیاد میشه خیلی وقتا اینو از من میپرسین بله اینجا هم تورم هستش کلا تو کل دنیا تورم هست اما زیاد شدن قیمت ها مثلا این شکلیه که شما مقایسه میکنی با 5 -6 سال پیش و مثلا میبینی آره نسبت به 5 -6 سال پیش بیمت نمیدونم هزینه آب و برق هزینه گاز هزینه بردن زباله ها اینا یه مبلغ قابل توجهی قابل توجه یعنی مثلا نه فقط چند سنت بلکه مثلا چند یورو زیاد شده چه جوری زیاد شده مثلا هر دو سال یه بار اومدن یه 5 یورو مثلا گرونش کردن هر چه سه سال یه بار مثلا بیمه ساختمون ما ونگ بود فزیشگونگمون همین دوباره اونم هم دیروز نامش آمد که باز قیمتش میه بالا و من مقایسه کردم با 4 5 سال پیش دیدم که واقعا قیمتش خیلی تعریفاشون بالا رفته اما باز هم مقادیرش اونجوری نیست که یه چیزی یه دفعه دو برابر بر بشه مثلا یا قیمتش سه برابر بر بشه اما چرا تعرفه‌ها ها و کلا قیمت ها تو آلمان هم زیاد میشه اما زیاد محسوس نیست یعنی کم تغییر میکنه حقوقا هم زیاد میشن بازم کم بعضیا میگن که حقوقا به اندازه که تورم رشد داره زیاد نمیشن و حالا بین آدما اختلاف هست بعضیا میگن که چرا حقوقا هم زیاد میکنن و قیمت ها هم زیاد میشه و کلا فرقی نمیکنیم بگذریم میخوام بگم که محتوای این نامه مربوط به زیاد شدن قیمت تعرفه گاز ما هست از سال آینده حالا ما کاری که انجام میدیم من این دوربین داره ضبط میکنه میگیرم روی این نامه متن رو ترجمه میکنیم و بعدش با هم دیگه صحبت میکنیم خب ها این اپلیکیشن گوگل ترنسلیت هستش که شما میتونید اینجا مثلا یه متن بنویسین بنویسین مثلا هالو بعد این برای شما ترجمه میکنه مینویسه سلام خب اینو که همتون میشناسید شما میایید در این قسمتی که عکس دوربین هستش کلیک میکنید روی این قسمت و اینجا میگه که متن رو نشون بده در واقع تا من بتونم ترجمه کنم یه ذره چیز میشه یه تصفیقی زری به هم میریزه می داره ترجمه میکنه خب شما کافی اینو بیاید روی این متن نگه دارید به این شکل به این مزه نزدیک ترم میرم داره ترجمه میکنه آره ببینین من گفتم چی گفتم سه سوت واقعا سه سوت هم کمتر بود واقعا شاید در یک ثانیه ترجمه کرد ترجمه شم تقریبا درسته ببین نوشته تامین اساسی گاز طبیعی گون فرزارگونگ معنیشه ترجمه کرده تامین اساسی گاز طبیعی قیمت های جدید از اول ژانویه 2021 میبینید یعنی یک ج... یانوار هم نوشته اول ژانویه ببین چقدر قشنگ ترجمه کرده یعنی کیفیت این ترنسلیت گوگل خیلی داره هی بهتر هم میشه ببینید از اول ژانویه دیگه اینجا شماره رو نوشته بعد اینجا نوشته جناب آقای آبدی و بقیه متن رو اینجا ترجمه کرده برای ما خب میبینیم به این صورت شما میتونید متنتون رو در از واقعا در از یه ثانیه ترجمه کنید هر نامه ای که براتون میرسه بگیرید همین رو بذارید روی نامه و قشنگ نامه ترجمه میشه نه نیاز داره اسکنش بکنید نه نیاز داره هیچ کار دیگه ای انجام بدید حالا قدیما چجوری نامه رو ترجمه میکردن کسایی که اومده بودن آلمان و آلمانی زبان مادریشون نبود همه باید یه دیکشنری میگرفتن دستشون و شروع میکردن لغت به لغت تجربه میکردن اینجا یه مسئله رو باید دقت کنید شما دیکشنری یا همون ورتبوخ به زبان مادریتون هم داشتید ولی خیلی وقتا کمک نمیکرد من که دارم اینو میگم خودم بخشش رو تجربه کردم یعنی زمانی که من اومدم آلمان سال 2003 اون موقع همه این اپلیکیشن ها که هیچ کدوم نبود یک کتاب دیکشنری ما داشتیم فکر میکنم یه سیدی هم بود که اصلا به درد نمیخورد سیدی هیچی یه دونه دیکشنری یا همون واتربوخ آلمانی به فارسی داشتیم اونم بد نبود کمک میکرد ولی خیلی وقتا شما باید این کتاب رو میگرفتید و با این کتاب کار میکردید این چه کتابیه کتابیه که آلمانی به آلمانی برای شما ترجمه میکنه مثل مثلا همین لغتنامه دهخدا توی فارسی که میاد یه کلمه فارسی به زبان فارسی به یه نوع دیگه برای ما توضیح میده که اونو یاد بگیریم خب حالا شما فرض بکنید که میخوای همچین نامه گرفتی میخوای با این دیکشنری آلمانی آلمانی بیا اینو ترجمهش کنی میای میبینی مثلا اینجا کلمات مختلف حالا شما زرگت ها آبدی و ممکنه بلد باشی فیلندان کم مثلا دیگه ممکنه یاد گرفتی میای جلو میبینی کلماتی که برات جدید هستن مثلا تو فلسیک مثلا بلیفرون بلیفرون یعنی معنیش میشه اینکه گاز رسانی یا مثلا برق رسانی یه انرژی رساندن به یه جایی رو میگن بلیفرونگ فرض کن شما این کلمه بلیفرونگ رو نمیدونی ما بعد الان بگردیم دنبال کلمه بلیفرونگ ببینید اینجا میایم میگردیم توی ب فعل بلیفرن رو اومده اینجا با یه سری در واقع یه چیزی را به یه کسی لیفرن کنید شما اینجا نوشته واقعا ان ماندین لیفن یعنی اجناس رو شما به یه کسی بدید ارائه بدید بدید بهشون مثلا همون گفتم اینجا معنیه بعد حالا همینا رو شما فرض بکن که برای شما یه یه جمله نوشته که معنی اون کلمه رو باید بده شما فرض کن اول زبان آموزیت هنوز اون یه دونه جمله هرون متوجه نمیشه که اصلا معنیش چی میشه خود همون جمله رو بعد مینوشتی دونه دونه بعد کلمه هاشو در میوادی ببینی که خب حالا معنی اون جمله چی میشه یعنی گاهی اوقات میشد واقعا یه متن به همین چند تا پاراگراف یک دو سه چهار تا چهار تا پاراگراف داره این متن و شما باید برای ترجمه همین متن مثلا ده ساعت وقت میذاشتی ده ساعت جدی یا نه ده ساعتی که مثلا حالا بعد پنج دقیقه گوشی رو چک کنیم مثلا گوشی نبود موبایل نبود خلاصه اینجوری شما باید قبلا کلمه ها و متن ها رو ترجمه میکردی خب اگر تا اینجا از ویدیو راضی بودی خوشحال میشم که لایک رو ویدیو بذاری و اینکه یوتیوب اینو به بقیه هم پیشنهاد بده و بقیه دوستانم بتونن این نکات رو یاد بگیرن اما نکته بعدی که میخوایم راجع صحبت کنیم مقایسه زمان قدیم با الانه ببین قدیم شما برای اینکه این متن رو بتونی ترجمه کنی باید مثلا ده ساعت وقت میذاشتی خب الان در از یک ثانیه دو ثانیه شما تونستی متن رو ترجمه کنی بگیم شما برای اینکه کار راحت تر بشه الان مثلا یک دقیقه وقت گذاشتی قدیم باید مثلا میگم ده ساعت هم نه یک ساعت وقت میذاشتی یعنی چی یعنی 60 برابر بیشتر خیلی ساده برای اینکه متوجه بشیم یعنی قدیم شما باید 60 برابر بیشتر زحمت میکشیدی تا میتونستی این نامه رو ترجمه کنی حالا سوال من از شما اینه آیا قدیم 60 برابر بیشتر طول میکشید تا ما آلمانی یاد بگیریم یا برعکسش الان آیا در یک شستم زمان در یک درصد زمان اه, که قبلا یه نفر نیاز داشت مثلا که میومد آلمان در مثلا اگر دو سال زمان یاد میگرفت ما الان آیا در از یک ماه یاد میگیریم متاسفانه خیر متاسفانه میبینیم که خیلی دوستانی هستن میگن ما پنج سال آلمانیم ولی زمانمون در حد به بی یک بیشتر نشده یا اصلا همون به یک هم مثلا یه به یکی بوده که حالا پاس کردیم ولی الان تعیین سطح میدیم به ما آدو نشون میده مشکل کجاست مشکل اینجاست که الان دنیا دنیای تکنولوژیه کلی تکنولوژی های مختلف اپلیکیشن های مختلف هست و همه دوستانم هم دوست دارن که اپلیکیشن های جدید بهشون معرفی کنیم خیلی وقتا به من پیام میدید که آقا با چه اپلیکیشنی آلمانی یاد بگیریم چه جوری آلمانی یاد بگیریم؟ من گاهم هم میبینم که مثلا ویدیوهایی که نشون میده شما چجوری با زحمت کمتری زبان یاد بگیری بیشترین بازدید رو داره یعنی اکثر دوستان میخوان که با همین الانم که این همه اپلیکیشن هست بازم زحمتی کمتری بکشن و زبان یاد بگیرن اما نتیجهش میشه این که ازشون میپرسی چند سال آلمانی میگن چهار سال پنج سال و زبان هنوز یاد نگرفتن پس یه مشکلی باید یه جایی باشه من میخوام امروز راجع این مشکل صحبت بکنیم و به این نتیجهای برسیم بتونیم یاد بگیریم چیکار کنیم که زبان اون رو بهتر کنیم به نظر من یکی از مهمترین مشکلاتی که هست همین شبکه های اجتماعی هستن همین یوتیوب هستش همین اینستاگرام هستش و گوشی های موبایل و چیزهایی که برای ما حکم ابلنکونگ دارن ابلنکن توی آلمانی یعنی حواس پرت کردن مثلا حواس کسی رو پرت کردن میشه مثلا اون آدم رو ابلنکن کنی یعنی یا اینکه مثلا یه کسی میگه که آقا تلویزیون برای من حکم ابلنکنگ داره منو حواس پرت هم میکنه گوشی موبایل یه چیزیه که برای همه ما حکم ابلنکنگ داره حالا مشکل اینجاست که ما اگه گوشی موبایل رو کنار بذاریم دیگه نمیتونیم از این اپلیکیشن ها استفاده کنیم اگر بخوایم از این اپلیکیشن های ترجمه و اینا استفاده بکنیم واقعا باید گوشی موبایل کنارمون باشه اما باید خودمون بتونیم یه مقدار کارمون رو مدیریت کنیم حالا چجوری میتونیم خودمون زمانمون رو مدیریت کنیم من یه پیشنهاد بهت دارم اول اینکه شما برای خودت یه برنامه بچین بگو که من الان کجا هستم مثلا لولت الان لول آدو هست میگی من میخوام ب رو تا یک سال دیگه بگیرم مثلا برای به یک چه میدونم چهار ماه پنج ما لازمه برای ب شش ماه لازمه یا حالا یه ذره کمتر بیشتر میگیم یک سال دیگه میخوام ب بگیرم شما اگه از الان به فکر این باشی که من یک سال دیگه میخوام مدرک به رو بگیرم و همینجوری به این فکر کنی که یک سال دیگه میخوام مدرک به دومو بگیرم یک سال دیگه میشه و باز در این تصور هستی که من میخوام یک سال دیگه مدرک به بگیرم پس این کار نکن به خودت بگو من اگه میخوام یک سال دیگه مدرک به دومو بگیرم پس باید شیش ماه دیگه پنج ماه دیگه مدرک به یکمون بگیرم پس باید سه ماه دیگه دو ماه دیگه به یکیک و تموم کنم یه نفر میبینی قضیه جدی شد اوه اوه یعنی تا دو ماه دیگه من باید الان آدو هم باید به یک و تموم کنم عجب پس بعد سعی می‌کنم کلاس ثبت نام کنم یا اگه میخوام خودم بخونم باید یه برنامه بچینم بگم آقا با چه کتابی برم جلو با چه نرم افزاری برم جلو و اینا رو تهیه کنم پلم بذارم حالا میبینی که میخواید تا یک چرا گفتیم تا دو ماه دیگه به یک یک تموم کنی خب با خودت میشینی دوباره همینم به هدفهای کوچیکتر تقسیم میکنی میای میگی خب من پس برای اینکه این, این کار بتونم بکنم مثلا اگر به یک یک به عنوان مثال میگم ده تا درس داره من باید بیام توی یک ماه پنج تا درسش رو انجام بدم یعنی توی یک هفته باید یک درس و حالا یه خورده ای، یک درس و خورده تموم کنم اینا همه مثال این عددو من نمیدونم به یک چند تا درس مثال میگم یعنی باید برنامه یه دفعه یک هفته آیندت مشخص میشه آقا تو باید تا یک هفته آینده این درس رو تموم کنی و این دیگه مهم نیست اصلا که کرونا هست کرونا نیست کلاس ها برقرار برقرار نیست تو پلنتو تو گذاشته بودی من میخواستم به دو تا یه سال دیگه بگیرم خب اگه به دو تا یه سال دیگه میخوای بگیری باید الان همین امروز اگه امروز امروز چه پنج باید جمعه و شنبه و یک شنبه اگه پلنی داشتی پلنتو تو تغییر بدی بگو من همین شروع کنم میخوام شروع کنم و بعد مثلا مهمونی فلان اگه دیگه حالا شم... یه شنبه مهمونی دارم دیگه شنبه مثلا خالی کنم یا برنامه تفریحی فلان رو مدیریت کنم که بشینم و بخونم و هفته دیگم که شد به خودم بگم که خب اوکی هفته یک هفته گذشت درس یک به یک, یک رو تموم کردم اگه پاسخش منفی بود پس این یعنی من دارم درجا میزنم بعد بشینم یه مرور کنم من تو این یه هفته پس چیکار کردم میای نگاه میکنی بینی که خب تو این یک هفته مثلا انقدر ساعت به این گوشی ها نشون میدن انقدر ساعت تو اینستاگرام بودم انقدر ساعت تو یوتیوب بودم انقدر ساعت وقت برای این کار گذاشتم تو واتساپ بودم میای به این وقتی که از محاسبه کنی میبینی که خیلی از زمان تو فضای مجازی میگیره فضای حالا میگن شبکه اجتماعی هر اسمی بذاری روش میگیره از شما و هیچی به شما نمیده این خیلی غم انگیزه این میگم هیچی به شما نمیگه نمیده دو تا مشکل داریم دو جور محتوا ما توی شبکه اجتماعی داریم و داریم ازشون در واقع مصرف میکنیم این محتوا رو میبینیم یه نوع محتوایی هستن که واقعا آموزندن یعنی شما اون محتوا که میبینی یه چیزی بهت اضافه میشه مثلا یاد میگیری که مثلا همین ویدیو من سعی کردم یه سری چیزا به شما یاد بدم مثلا یه اپلیکیشن گوگل رو یاد گرفتی خب یه سری محتواهای دیگه هستن هیچ بار آموزشی ندارن مثلا یه ویدیوی حالا من از کانال خودمونم فر مثال میزنم مثلا اون ویدیویی که ما رفته بودیم کجا بود رفته بودیم دو چرخ سوایی البته ما سعی میکنیم حالا این نمیخوام تبلیغ ویدیو سعی میکنیم تو ویدیوهای اون شکلی هم نکات آموزشی داشته باشیم ولی فرض کنید یه محتوای کاملا سرگرمیه مثلا ما رفتیم تو فروشگاه یه ویدیو ولاگ گرفتیم یه سفر رفتیم یه ولاگ گرفتیم شما میای محتوای کانال ما رو میبینی یا کانال مشابه رو میبینی و ذهن تو فکر میکنه این بر کسایی هست که فکر میکنن دارن تلاش میکنن ولی پیشرفت نمیکنن و یه دم هستن که اصلا کلا میگن آقا من نمیخوام مثلا آلمانی یاد بگم نمیخوام تلاش کنم اونا مثلا امروز نمیخوام واجبش صحبت کنم فقط کسایی رو میگم که تو ذهنشون میگن ما داریم برای آلمان و برای آلمانی و برای زبان آلمانی و برای پیشرفت تو آلمان نمی تلاش میکنیم این دوستان نتیجه تحقیقی که من کردم تو این سه سال و نیمی که تو اینستاگرام هستیم و یه سالی که تو یوتیوب هستیم این عزیزان به قدر این محتوا توی مثلا اینستاگرام دنبال میکنن برای من امروز ویدیو اینو میفرستن آقا اینو ببین نظر شما چیه مثلا این رفته تو اون فروشگاه گفته اینجوری راست گفته یا دروغ گفته من میگم آقا او اصلا که اون بنده خدا چه راست گفته چه دروغ گفته چه دخلی چه چه ای برای شما داره شما داری زمان تو میذاری یه سری آدم و یه سری پیج و به کشور آلمان دنبال میکنی به خیال این که من دارم برای زبان آلمانیم دارم مثلا پیشرفت میکنم نه این هیچ پیشرفتی نیستش اینکه شما امروز ببینیم من مثلا رفتم تو فروشگاه لیدل یه دونه محصولی و مثلا خریدم اومدم تو خونه باش غذا درست کردم این به شما زبان آلمانی یاد نمیده یا اینکه مثلا به من میگید آقا لغت های آلمانی تو به صورت توی ویدیوهات بگو اگه مثلا یه کلمه آلمانی میگی چشم من یه کلمه آلمانی گفتم حتما تو ویدیو میگم و به قول شما هم درسته آدم اینجوری بهتر تو ذهنش میمونه ولی مثلا شما ده تا ویدیو یوتیوب ببینی توی یه روزه پنج ساعت وقتت بره چهار ساعت وقتت بره توش بخوای چهار تا کلمه یاد بگیری خدا وکیلی این سرعت سرعت حلزون نیستش دیگه واقعا سرعت حلزون هم نیست من یه ذره چای بخورم ببخشم خیلی سرعتش پایینه به نظر من یه ذره باید آدم با خودش فکر کنه که اوکی آموزش و یاد گرفتن نه دیگه مثل سی چل سال پیش نه دیگه مثل 20 سال پیش که فقط با کاغذ و با دیکشنری و اینا انقدر خشک باشه انقدر سخت باشه ولی دیگه نه اینجوری که آقا برای ما کارتون من گاهن یه سری پیجایی رو میبینم تو اینستاگرام بچه ها باورتون نمیشه یه لغت آلمانی و اون بنده خدا اینقدر تلاش که مثلا با یه شعری خونده اون لغت رو شما یاد بگیری یا اینکه مثلا یه کارتون یا اینکه یه ریلز خیلی خنددار مثلا چه میدونم یه نفر یه چیز رو میندازه بالا نو اینجا میپره پایین آقا این کلمه میشه این یا مثلا میگم کلی تلاش میکنه اون شخصی که داره این محتوا تولید میکنه که افراد مثلا اون کلمه رو یاد بگیرن خب آقا این زمانی که شما داری میذاری تهش مثلا یه روز گذشته آقا دو تا کلمه یاد گرفتی آقا آره مثلا کلمه که امروز بلیفرونگو مثلا من تو این ویدیو های آبدی یاد گرفتم خب به جای این کار برو دم صندوق پست تو باز کن. میبین دو تا نامه اومده یه نامش رو بردار بشین ترجمه کردن و بشین لغت های اونو خودت یاد گرفتن حالا این ویدیو میبینی به عنوان سرگرمی ببین بد نیست اما کلا با خودمون نگیم که آقا من دارم آلمانی یاد میگرم. اما آلمانی یاد گرفتن ما شده فقط و فقط دنبال کردن زندگی روزمره آدمای مختلف ما یه علتش که پیج روزمرگیمون رو از پیج تخصصی راجع آلمان یه ذره جدا کردیم همین بود به خاطر اینکه من میدیدم مثلا خب ما این سری از چیزای روزمرگیمون رو میذاریم تو استوریا تو آلمان هم هستیم یه سری چیزام هستش که واجبه آلمانه مثلا بعد خب آدما مجبور میشن همه چی رو دنبال کنن این قشنگ وقتشون خیلی تلف میشه اومدیم اینو دو قسمتش کردیم ولی کلا میخوام بهتون بگم اگر شما زبان یاد نگرفتید و میخواید زبان یاد بگیرید اگه پلن دارید مثلا میخواید تا یه سال دیگه بگیرید این پیشنهاد منو به صورت خالصانه و یعنی با... واقعا برادرانه بهتون میگم این این به نفع خودم هم نیست که دارم میگم ولی واقعا تنها راهش بچه ها همینه گوشی موبایلتون رو به مدت چند هفته بذارید کنار با خودتون بگید که آقا من بر خودم پلن میریزم من تا به یک کو قبول نشدم تا به یک قبول نشدم اصلا اپلیکیشن مثلا اینستاگراممو رو دی اکتیف میکنم دوباره بعدش اکتیف میکنم بعضیا میترسن میگن که خب به من پیام دادن من اینو توی استوریا گفتم گفتم بچا این کارو بکنید پیام دادن که نه خب اون وقت ما محتوای شما رو مثلا چجوری ببینیم من صادقانه به شما بگم ببینین تمام این دکترایی که میشناسین تو آلمان ایرانیان تمام این نمیگم تمام دکترهایی که میشناسین ایرانی میگم تمام دکتر ایرانی هایی که میشناسید مثلا الان 50 سال سن نشونه. تمام آدم های دیگه که شغل خوبی دارن اینجا مثلا موفق شدن به حال زبان این کشور یاد گرفت تمام اینا زبان آلمانی و بدون اینستاگرام بدون یوتیوب و بدون همه این چیزها یاد گرفتن و نکته عجیب اینه این همه تکنولوژی اومده میبینی آدما اون موقع که این تکنولوژی ها نبوده و سرعت بیشتری پیشرفت میکرده زبانشون تا امروز علتش چیه علتش دقیقا همین که میگم به خاطر اینکه این, که این سایت ها و این شبکه ها اجتماعی اصلا جوری طراحی نشدن که به شما چیزی یاد بدن و شما پیشرفت کنی اینا جوری طراحی شدن که شما بیشترین زمان ممکنه تو این شبکه ها باشی یعنی فیسبوک و اینستاگرام جوری طراحی شده قشنگ شما نگه داره تو اون اپلیکیشن هر چی شما بیشتر اونجا بمونی اون بیشتر پول درمیاره بیشتر به تبلیغات نشون میده و بیشتر پول درمیاره پس هدفش اینجوریه یوتیوب خب به کسایی که محتوا تولید میکنن هم پول میده و میاد میگه آقای شما کسایی که محتوا تولید میکنید سعی کنید انقدر محتوا بیشتر تولید کنید که آدما رو هی نگه دارید تو این صفحه من تا من تبلیغات بیشتری بهشون نشون میدم یه مقداری از پولش هم میدم به شما شما پول در و منم پول در یعنی شما که تو یوتیوب هستی عزیز دل من اصلا هدف افراد این نیستش که شما یه چیزی یاد بگیری هدف افراد اینه که شما در واقع یه بیزنسیه خود اونا پول در میارن خود یوتیوب هم پول در خب این 80 درصد یوتیوب واقعا هفتاد 80 درصد یوتیوب حداقل یوتیوب فارسی بخشی هم هست نه واقعا میبینی که افراد زمان میذارن میخوان یه چیزی رو یاد بدن توی همین مثلا آلمان خیلی ایرانیایی هستن من میشناسم که کانالاشون هم خیلی بزرگ ممکن نباشه مثلا کانال کوچیکی کلا 20 تا ویدیو درست کردن راجع یه موضوعی توضیح دادن و این موضوع هم به درد همه میخوره اون بحث آموزشیش اما کلا باز هدف یوتیوب رو نمیتونیم یاد اون یوتیوب نمیاره که اینجا به منو شما چیزی یاد بده یوتیوب این پلتفرم رو فراهم کرده ما میتونیم چیزی یاد بگیریم ازش خود منم خیلی چیزا یاد میگم ماشینم خراب میشه مثلا نگاه میکنم همه اینا دوست اما هدف یوتیوب اینه که پول در بیاره خب حالا این بک ذهنی رو داشته باش بک ذهنی تو اینستاگرام هم داشته باش که اینا با چه هدفی طراحی شدن بعد بیا به خود بگو بگو خب هدف من چیه هدف من اینه که تا یه سال دیگه بدو بگیرم برای اینکه من یه سال دیگه بدو بگیرم به خدا هیچ کدوم این سایت ها و اینای لازم نیست حالا دوستانی که میگن ما اگه اینو ببندیم چجوری محتوای مثلا شما رو محتوای اون و آدم و اینو که ما برای اون مهمه دنبال کنیم من میگم آقا ویدیویی که مهم باشه آقا آدم رو درست میکنه دیگه میذاره تو چنلش شما پلن تو بچین برنامه رو ببند یعنی گوشی رو ببند کنار شش ماه بعد بیا بگو من به یکمو گرفتم بیام ببینم مثلا چنل آیا آبدی چند تا ویدیو داره چنل چه اون دوست دیگه ای که دنبالش میکنی چند تا ویدیو جدید ساخته بشین رو ببین شاید مثلا به قول تو شاید از اون 20 تا 30 تا ویدیویی که درست شده از اون 50 تا ویدیویی که درست شده شاید مثلا 10 تاش واقعا به دردت بخوره خب یه روز وقت بذار سه تا چهار تا کانال دنبال میکنین دیگه همون سه تا چهار تا کانال رو شش ماه بعد بیا همه چیزایی که ساختن رو دنبال بکن قشنگ یه روز دو روز فقط وقت برای این کار بذار و همشون هم ببین یعنی هر محتوایشون که به نظر خوبه ببین نکت نوت کن نکته کن و همین تموم میشه میره در, در عوض شما تونستی تو این شش ماه قشنگ تمرکز تو کنسنتراسیون تو بذاری روی اون موضوع و بتونی اونو یاد بگیری این بسیار بسیار مهم عزیزای دلم یه علت دیگه هم که قدیما آدما باز به نظر من زبان سریعتر یاد میگرفتن این بوده که میومدن آلمان بعد مجبور بودن که بیشتر با جامعه ارتباط داشته باشن الان شما میشین تو خونه گوشی تو هم داری هر چی میخوای و سفارش میدی اینترنتی بعد میارن دم خونه بعد حتی خیلی وسایل سوپرمارکت و چه میدونم چیزای روزانه هم این شکلی سفارش میدن و حالا خونهشون هم مثلا طبقه بالای واقعا سه چهار طبقه و با من بالا اینترنتی سفارش میدن طرف میاره دم در تحویل میده پول میدم بهش یا اصلا پولم اینترنتی پرداخت کردن اصلا ارتباطی با اون طرف مقابل ندارن یا من یادم میاد خودمان که اومده بودیم آلمان واقعا خیلی خیلی سخت بود یعنی اون یک سال اول پدر من نه ماهواره گرفت که ما بتونیم انتر... شبکه های فارسی ببینیم نه اینترنت داشتیم نه کامپ... کامپیوترم نداشتیم یک سال اول من واقعا فقط و فقط با دیکشنری و با واتربوخ داشتم آلمانی یاد میگرفتم یک سال اول و بسیار سخت بود من قشنگ میتونم بگم تازه اون موقع که نه اپلیکیشنی بود هیچی نبود بازم سخت بود که ما تو ایران کامپیوتر داشتیم مثلا بازی داشتیم چون اینترنت داشتیم حالا اینترنت دایال اینجا نداشتیم تو خونه یه دونه یاهو مسنجر بود مثلا با هم چت میکردیم ولی مثلا محل کار پدرم بود بعضی وقتا میافتیم اونجا با خانواده ایران صحبت میکردیم اما اینو میخوام بگم که اون تایم اون یه سال اول خیلی خیلی کمک کرد به من که زبان آلمانیم خوب بشه و خدا خیلی چیزا از همون یه سال اول یاد گرفتم پس به نظر من شما اصلا مهم نیست چند وقت اومدید آلمان یا چی کار دارید میکنید از همین امروز شروع کنید یه پلن بریزید اگه نمیخواین آلمانی یاد بگیریم بازم پلن بریزید بگین اوکی من دوست ندارم زبان یاد بگیرم میخوام فقط سرگرمی مثلا استفاده کنم بازی کنم یوتیوب برم حالشو ببرم خب اشکال نداره پس دیگه از وجدانم نداشته باش که آقا چرا من آلمانی آلمانیم خوب نمیشه با خود اینجوری بگو که من میخوام فقط تفریح کنم ولی اگر واقعا میخوای زبانت خوب بشه پلن رو بریز افلیکیشن ها رو ببند چند ماه وقت تو بذار فقط آلمانی بخون تو کلاس تو کلاس مجازی کلاس حقیقی توی چه میدونم با کتاب خودت بخون هر جوری که شده صد تا راه اصلا دیگه برای خوندن و بعد از شیش ماه بیا و نگاه کن بگو که الان دوباره مثلا اپلیکیشن ها باز میکنم الان به هدفم رسیدم اینجوری شما اون پروژه رو حداقل تو جایی میرسونی و اما یه نکته بگم برای کسایی که هنوز به آلمان مهاجرت نکردن اما تو ذهنشونه که به آلمان مهاجرت کنن بسیار 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 نکته مهمه تا آخرش گوش کنید عزیزان ما چند وقت پیش بود که اولین کلاس آلمانیمون رو تبلیغش رو گذاشتیم و اولین دوره آموزش زبان آلمانیمون مقطع آیکی رو شروع کردیم مدرسشم من نیستم یه دوست دیگه ای هستن که توی هامبورگن ایشون درس میدن ولی خب در واقع آکادمی ما یعنی ارائه کنندش ما هستیم و بچه ها ثبت نام کردن و الان دارن توش کلاس شرکت میکنم فکر کنم هفته این هفته یا هفته آخرشون یا هفته بعدی یه اتفاقی افتاد ما نه نفر یا ده نفر دقیقه آدم ثبت نام کردیم و کلاس ادامه پیدا کرد بعد از جلسه فکر کنم پنجم ششم بود که من با این دوستمون صحبت کردم گفتم خب کلاس چجوری پیش میره اینا ایشون گفتش که آره 5 پنج تا از بچه ها هستن که مداوم میان بقیه دیگه خیلی دوست نداشتن و نیمدن من خیلی برم عجیب بود گفتم چرا چی شده مثلا باشون صحبت کنیم و اینا ایشون برای من از تجربه خودشون تو ایران گفتن گفتن که توی ایران هم که حتی مؤسسه مثلا گوته و اینام که شما میری میبینی که اگر که 14 نفر یعنی آمایی که گفتن این بود ایشون کلاس خودشون که شرکت کرده بودن 16 نفر بودن بعد از یعنی کسایی که آیکیک رو تموم کردن همون اول لول آلمانی فکر کنم کلا 6 نفر بودن یعنی 10 نفرشون اصلا بیخیال شدن و آلمانیو گذاشتن کنار و یه همچین چیزی به من خیلی جدید بود من گفتم حتماً اینو توی یکی از ویدیوها میگم به مخاطبین عزیز امروز هم همین دارم این قسمت رو برای شما میگم یه چیزی من متوجه شدم خیلی افراد هستن اینا تو فکرشون که من میخوام یه روز برم آلمان برنامه زندگیشونو حتی اونجوری میچینن که منتهی بشه که مثلا چهار سال دیگه برن من آلمان منظورم چیه مثلا این آدم علاقهش به یه رشته به عنوان مثال رشته مکانیک رشته هنر رشته یه چیز دیگه میاد میگه که آقا آلمان چه رشته هایی مهمه مثلا بهش میگه رشته تی یا رشته پرستاری میره انتخاب رشتهشو میکنه رشته آیتی میخونه یکی دو سال ببین هنوز آلمانی رو شروع نکرده با خودش میگه من آیتی لیسانس هم که گرفتم مثلا سربازی من میرم یا حالا خانم هستن سربازی نمو بره آیتی من که گرفتم بعدش بعد از لیسانس اپلای میکنم اگه نشدم باز فوق لیسانس هم میرم زبان آلمانی هم که میگن دو ساله شما تا بیدو میتونی بخونی دیگه اون دو سال آخر هم زبان آلمانی یاد میگم بچه های عزیز بهترین نه چه گفتم بهترین بدترین کاریه که میتونید انجام بدید چرا میگم بدترین کار به خاطر اینکه شما در این حالت اصلا اه... به صورت تستی زبان آلمانی رو حتی شروع نکردید نمیدونید که آیا اصلا این زبان اه... زبانی هستش که شما دوست داشته باشید ادامش بدید یا نه زبانی هستش که شما با علاقه برید دنبالش یا اصلا شاید ممکنه بگید انقدر ازش بدم میاد نمیخوام حتی یه لحظه اون زبان یاد بگیرم که گویا آمار نشون میده میگم من خودم تازه متوجه شدم که حتی نصف بچه ها که میان کلاس اولین لول رو شروع میکنن آ یک رو شروع میکنن وسطش بیخیال میشن و میرن در صورتی که بقیه کلاس ها این شکلی نیست یعنی شما مثلا این کلاس به یک رو که نگاه کنی اونایی که به یک شروع میکنن همش هم تا به یکو تموم میکنن یعنی من بعد تحقیقاتی کردم متوجه شدم اینجوریه اما اون آیه که که اینجوریه که نصف بچه ها بی خیال میشن و ادامه نمیدن پس برای اینکه خدای نکرده این اتفاق بیفته شما امروز پلن پنج سال آینده زندگی تو یه جوری بچینی که یه روزی بری آلمان بعد سه چهار سال که اصلا دیگه کلی از و رفتی تازه بری آلمان یاد بگیری و تازه ببینی واو من از از این زمان خوشم نمیاد یا اصلا استعدادشو ندارم یا نمیتونم یا هرچی من میگم شما همین امروز که تصمیم گرفتی حتما همین امروز برو کلاس آلمانی رو شرکت بکن یا اگه میخوای خودت بخونی خودت خوندن رو همین امروز شروع بکن به خاطر اینکه ببینی که آیا از پسش برمیای حداقل از پس اولش برمیای اصلا چه جوریه آیا دوست داری دوست نداری و میگم بعد از این داستانی که پیش اومد من خودم نشستم تو اطرافیانم یه مرور کردم دیدم خیلی از اطرافیان خودمونم به من میگفتن که آقا من آلمانی شروع کردم خیلی با انگیزه و با انرژی مثلا این چند تا کلمه من بلد بودن هالو ویگت چطوری خوبی اینا رو میگفتن بعد و میگفت شروع کردم بعد از مثلا سه ماه چهار ماه میپرسیدی آقا چی شد مثلا هیچ چی دیگه حالا ادامه ندادم یا مثلا سخت بابا نتونستم یا مثلا آ آی یک یک رو تموم کردم دیگه آ آی یک خیلی سخت بود نشد و فلان و اینا به نظر من خیلی خیلی مهمه که ما زودتر بفهمیم که اگه قرار آلمان نریم یا اگه, اصلا نمیتونیم بریم یا هر چی زودتر بیخیالش بشیم و همین تو این شرایطی که هستیم دنبال یه راه حلی باشیم مثلا میگم یکی از بچهای کلاس خودمون فکر می‌کنم اینجوری بود که شخصی بود که ایشون مغازه داشتن یا شغل آزاد داشتن و آلمانی رو شروع کردن و خب وسطش دیدن که نه مثلا واقعا اصلا اصلا خیلی خیلی سختتر از اون چیزی که فکر میکردن بیخیال شدن کلا آلمان رفتن و بیخیال شدن کسب و کار خودشون دارن گسترش میدن و در واقع دنبال راه حل دیگه باشن حالا من نمیگم مثلا مهاجرت نکنم میتونم مهاجرت کنم من این کشور دیگه که مثلا زبانش آلمانی نباشه اما اگه قرار بی خیالش بشید اگه قرار فکر کنید که خیلی بر من سخته من نمیتونم ادامه بدم زودتر شروع کنید که زودتر به نتیجه برسید اگه میخواید بیخیالشید زودتر بی خیالش بشید هم قرار ادامهش بدید که هرچی زودتر شروع کنید زبانت بهتر میشه همین آخر هفته بود من داشتم پستش و پاسخ پیج آبدی جرمنی رو انجام میدادم سالا جواب میدادم یه نفر پست بود که آیا آبدی من تو این شرایطی که دارم مثلا بالای چهل و خورده سنشون بود و زمینه کارشون برق بود میگفتن که به نظرت من چقدر شانس موفق شدن تو آلمانو دارم و اینا که من شما بحث زبان آلمانیو گفتم و این نکته رو ای گفتم که بعدا ایشون به من خصوصی پیام داد گفت شما منو بیدارم کردی من بهشون گفتم که دوست عزیزم ببین شما الان توی شهری نشستی تو خونت برای من این پیام گذاشتی تو این پیج پیام گذاشتی تو اون پیج تو لایو اون یکی شرکت کردی تو لایو این یکی شرکت کردی اینستاگرام هی بالا پایین میکنی هی میگی میخوام برم آلمان میخوام برم آلمان ولی هنوز زبان آلمانی اونجوری که خودت گفتی شروع نکردی همسر من که توی آلمان داریم زندگی میکنیم دیگه همه خونه زندگی اون همه چی توی اینترنت هست و میدونی داریم اینجا زندگی میکنیم هانوفر هستم و اینا خانوم من همین الان که شما داری بر من این پیام میذاری من جواب جوابتو میدم توی اتاق روز شنبه نشسته داره کلی کلمه نوشته رو کاغذهای مختلف و پخش کرده روی میز چون من داخل خونه یه دقیقه چیز بودی یه برم تو حیات دیدم که خانومم کلی زبان میخونه کلی کلمه نوشته و این نشون میده که چقدر زبان آلمانی مهمه یعنی اصلا مهم نیست که حالا شما مهاجرت تو کردی زندگی تم داری ولی بازم مهمه که زبان تو ادامه بدی مثلا من همسرم داره هنوز زبان یاد میگه این هم که من اینجا این انتخاب کردم به خاطر همینه خانمم توی کل خونه از این کلمه های مختلف خیلی ایده جالبی هم بود چسبونده به در دیوار چسبونده مثلا به اون ور گوشه به میز نمیدونم پایین به یخچال چیزهای مختلف که کلمه های آلمانی هستن و با ترجمه شون مثلا این بالایی در بتوک به هستش که در واقع همین حالت در واقع روبالشی کوسن و اینا میشه پایینی هم دی تاگس دکه پتوی مسافرتی که اینو مثلا اینجا به عنوان مثال نوشته یعنی شما باید اگر میخوای زبان یاد بگیری دوست خوبم جدیش بگیر خیلی جدیش بگیر میگم کسایی که اینجا همسرشون پزشک زندگیشون درآمدشون خیلی خوبه من میشناسم اومدن مهاجرت کردن آلمان صبح تا شب دارن زبان میخونن که مثلا سی یکشون رو بکنن سی دو زبانشون باز از اون چیزی که دارن میگم خونه زندگی خیلی خوبی دارن ولی بازم دارن زبان میخونن حالا من که هیچ کنی اینا ندارم نه ویزا دارم نه مثلا کاری تو آلمان دارم هیچی من نباید زبان رو شروع کنم من باید واقعا فقط تو پیج اینستاگرام هی تو لایو این باشم ببینم این چی میگه اون چی میگه واقعا باید اینجوری وقتم بگذرونم خب واقعیتش اینه که اینجوری نیست با این مدل متاسفانه نه نمیشه به جایی رسید خب دوست خوبم امیدوارم که از این ویدیو خوشت اومده باشه اگر که ویدیو رو هنوز لایک نکردی یه لایک برام بذار اگر که سابسکرایب نکردی الان دکمه سابسکرایب و زنگوله تو کانال عضو ما محوریت موضوع چنلمون کلا پیشرفت تو آلمان هست و اینکه یاد بگیریم زندگیمون تو آلمان بهتر کنیم از هر لولی و هر جایگاهی که الان توش هستیم ویدیوهای متفرقم داریم آموزش آشپزی و اینجور چیزا چیزایی که دیگه مربوط به زندگی روزمرهمون هست اما محوریت اصلی کانال پیشرفته در آلمان هست اگه میخوای بقیه ویدیو رو از دست ندی و دوست داری که ما رو حمایت کنی حتما تو کانال سابسکرایب کن کلا یه دقیقه بیشتر وقت تو نمیگیره یه اکانت جیمیل باید درست کنی و بعدش سابسکرایب کنی امیدوارم هر جستی حالتون خوب باشه تا ویدیو بعدی شما به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار خدا